متشکرم. متشکرم. خیلی ممنون. مرسی مرسی مرسی. بفرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. بفرم. خیلی ممنونم. خیلی ممنون از لطفتون. به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشین. خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون که امشب کنار ما هستین. در مورد معیشت میخوایم حرف بزنیم که این روزها میدونید خودتون چه خبره. میگن اگر میخواین که مغزتون پیر نشه روزی چند دقیقه محاسبات ذهنی ریاضی انجام بدین. خدا رو شکر الان جوانترین مغزها متعلق به ما ایرانی هاست. از بس که صبح تا شب داریم دو تا چهار تا میکنیم که چجوری این حقوق رو به آخر برج برسونیم. مغز بازنشسته 80 سالمون از شدت جوانی شبیه مغز دیکاپریوه. کارگر در ایران انقدر ضرب و تقسیم انجام داده که چطور باید خرج زن و بچهش رو بده، الان سرقم در سرقم رو ذهنی انجام میده. بدون ماشین حساب جذر اختلاس 18 رقمی رو میگیره، ضرب در حقوقهای نجومی میکنه، جواب رو میگه. یه جوری به محاسبات مالی معتاد شدیم که حساب کتاب درآمد بقیه رو هم انجام میدیم. این کاری که میخوام بگم رو هممون حداقل یک بار انجام دادیم. هر کسی بگه انجام ندادم باور نمیکنم. توی مطب دکتر نشستی نرخ ویزیت رو به دیوار زده 70,000 تومان. یه نگاه به رقم میکنی، یه نگاه به تعداد بیماران میندازی، با خودت میگی هیچی نباشه روزی 40 نفر رو میبینه. هر بیماری که تو مطب نوچ نوچ میکنه عدد نهایی رو به دست آورده. من خودم یه بار انقدر غرق محاسبه بودم که نوبتم از دست رفت. منشی گفت من هرچی صداتون زدم جواب ندادین، من که نمیتونم با 4 تومن حقوق هنجرم رو برای هر بیمار پاره کنم که. بعد سریع 4 رو ضرب در 12 کردم، درآمد سالیانه منشی رو هم به دست آوردم. نظرات شما رو بخونم. برای ما نوشتین که یه ویروس جدید پیدا شده، ترکیب چند تا آنفولانزاست. به نظرم تو این اوضاع بهتره به جای تولید واکسن یه آنتی ویروس رو چین نصب کنن. بیماری در چین از بین نمیره، از حیوانی به حیوان دیگه منتقل میشه. هرچی قیمت سکه میره بالاتر، احترام من به همسرم، مادرزنم، پدرزنم و خواهرزنم بیشتر میشه. دیروز سر کوچه‌مون به یه آقای فقیری غذا دادم، امروز برام یه کتاب فرستاد چگونه آشپزی کنیم. همون کسی که گفت کرونا با گرما از بین میره، همون کسی است که گفته کفش تنگ بعد از یه مدتی جا باز میکنه و عشق بعد از ازدواج خودش به وجود میاد. بله، دشواری های معیشتی زندگی کارگری موضوع جدیدی نیست. از مسئول و غیر مسئول گرفته تا عوام و خواص و غیره، همه میدونیم چه خبره. اخبارش منتشر میشه اما اصطلاحاً زیاد ویو نمیخوره. مسائل بی ارزشی در فضای مجازی 10 برابر التماس یک کارگر برای پرداخت حقوق معوقش دیده میشه. تنها حسن زندگی کارگری اینه که دغدغه قیمت و نرخ و تورم و اینجور چیزها رو ندارن. کلن چه حقوقشون رو پرداخت کنن چه نکنن، کارگرها نمیتونن بخرن. بنابراین اعصابشون راحته. مثلا در جریان نیستن که دولت میگه قیمت مرغ 15 تومنه، روی خود مرغ نوشته 13 تومن، بعد مغازه‌دار میفروشه 18 تومن. خوش به حال کارگرهایی که مرغ نمیخورن اصلا. گفته بودن
بعضی از مرغدارها به مرغها تریاک میدن که وزنشون بالا بره، تو گفتگوشون بود. یعنی دیگه از این به بعد اصلا بهانه منقل گرفتن برای کباب هم دیگه کار نمیکنه. یکی از دوستام مرغ زنده گرفته بود از دامداری، میگفت نمیدونی اینا واسه یه نخود مواد چه پرپری میزنه. بعد یکی دو روز دیده بود یه کلاغ روزی دو نوبت میاد یه چیزی میذاره لای پر مرغه میره. احتمالا اینا با هم بسته بودن. هفته یه بعد مرغه تخم مشکی گذاشت. خوش به حال کارگرهایی که مرغ نمیخورن، حداقلش اینه که اینا پاک پاکن. یه خانومی آقا، خانوم بفرمایید. آقا شما بفرمایید. بله. بله. شغل شما خانم؟ بنده کارشناس روانشناسی هستم و در حال حاضر خانه دار. خیلی هم عالی. شما؟ کارمند بانک. طرف اشک تمساح می‌ریزه یعنی چی؟ یعنی که داره ظاهر نمایی می‌کنه. پادشاه ایرانی که هندوستان رو نادرشاه افشار. کتاب مزرعه حیوانات اثره؟ میدونین انگار تقریبا. جورج اورول. جاناتان مرغ دریایی کتابش ماله ریچارد باخ. معروفترین بازیگر نقش های سیاه بازی در ایران. زنده یاد سعدی افشار. اولین کشتیگیر ایرانی که موفق شد در سه وزن مختلف مدال های جهانی المپیک رو بگیره. سوریان؟ نه تختی. بله زنده یاد تختی. پایتخت آلبانی. شعر بخونید. من بگم شعر بخونم بهتر. سخت کارمندی بانک از چه لحاظ؟ خیلی لحاظ. خیلی؟ استرس. بله. شما خیلی باید دقت کنید که یه وقت حسابا جا به جا نشه. اینکه امین مردم باشی خیلی مهمه. تا حالا اشتباه کردین؟ خدا رو شکر نه. نه. اشتباه در حد جبران بله. خب. خیلی خوب. شعر برامون بخونین. یه شعر از صاحب تبریزی. دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، جای چشم ابرو نگرید گرچه او بالاتر است. شست و شاهد هر دو دعوای بزرگی می کنند، پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتری است. بسیار عالی. بسیار عالی. شما؟ دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، سعادت آن کسی بیند که از تنها بپریزد. بسیار عالی. آقا بهتر بودن؟ خانم بهتر بودن؟ به نظرم برابرن. بله چشم. خیلی ممنون. دلیل اصلی این که گاهی صدای اعتراضات کارگری نمیرسه اینه که ارتفاع اتاق خیلی بالاست. کارگرها نشستن کف پیاده رو، میگن خب حقوق معوقه ما رو بدین. از طبقه 35 پایین رو نگاه میکنه، چیزی نمیبینه. هر کارگر از اون ارتفاع اندازه یه بند انگشت هم نیست. به منشیش میگه اونا چی هن اون پایین؟ منشی میگه قربان شمشاد جدید کاشتن تو محوطه. میگه خب آخه دارن تکون میخورن. منشی میگه خب بهاره دیگه، این به حال نسیم میاد و تکون میخورن. بله مهمان داریم. چه مهمان عزیزی. بازیگر درجه یک و کارگردان درجه یک و فیلمنامه نویس در تئاتر، تلویزیون و سینما، از پیشکسوتان حرفه بازیگری جناب آقای بهزاد فراهانی.
خیلی ممنونم، بفرمایید. صدا میکنم. بله، خواهش میکنم. قربون شما، افتخار دادین. خواهش میکنم. امروز دعوت ما رو پذیرفتین و خیلی ممنونم که تشریف آوردین. اگر سلامی هست بفرمایید. همش خوشگلن. بله. بله. سلام به همتون. دست همه رو میبوسم. مهربونی کردید. پیرمردا رو وقتی تشویق میکنه آدم احساس میکنه که میتونه 95 ساله بشه. ما با این مرد بزرگ رفیقیم، مخلصیم. لذا تو رفاقتمون اگه یه وقت مثلا دیدین که شوخی میکنیم با هم و اینا، یه وقت خیال نکنید شما هم میتونید با هم شوخی کنید. مخلصیم، خیلی خوش آمدین، خیلی ممنونم. جناب آقای فراهانی، ما در سال 68 که من وارد رادیو شدم، یا 67 یادم نیست، 32 سال پیش کلی شاگردی کردیم و آموختیم و خیلی خیلی دوران فوق‌العاده‌ای بود و بسیار با ارزش. خیلی خوش آمدید. قربون شما برم. متولد 23 که اصلا چه پیر مردی، کجا اصلا؟ من متولد 23 هستم ولی اول بهمنم. رضا یه سال تو به حساب من داری میذاری، من قبول ندارم. میشه 24. اصلا میگیم 24. خودم هم میگم 24. میشه 75 سال. حالا یه تخفیف هم نمیده. و ماشاءالله خیلی جوون و پر انرژی بودین همیشه. رازش چیه به ما بگین؟ من بچه یه کشاورزم و طبیعتاً تو صحرا بزرگ شدم. بعد کار کشاورزی کاریه که بلدم. من دستام هیچ وقت دستای روشن فکر نشد. و همین دلیلم باد، باران، خاک، درخت، اینا رو همه رو دوست دارم. البته همسرم هم دوست دارم، اما فکر نکنی. لذا چیزه، چون امید دارم به فردای بهتر و پایبند امیدم هستم، لذا احساس غمزدگی نمی کنم. چون میدونم وقتی که قصه‌مند میشم دیگه نمیتونم هنرمند متعهدی باشم. بله. لذا کمتر منو قصه‌مند میبینن، مگر اینکه بازیگری روی صحنه بخواد چیز دیگه ای باشه، قول و قرار رو زیرش زده باشه. نمیدونم، فقر برای من اصل تلخی هستش مهران جان. و وقتی توی زندگی عادی توی تهران بزرگ این شکاف رعب‌آور طبقات رو میبینم اذیت میشم. اینقدرم ندارم که مثلا دستی به جیب ببرم و این حرفا. به هر حال میدونی که من هنرمندی هستم که کمتر انتخاب میشم. بله. خودم انتخاب میکنم و پابند پولم نیستم. معنیش این نیستش که دستمزد نمیخوام. دستمزد رو اتفاقا به زور میگیرم، منها این آخری که حالا اگه دوست داشتی واسات میگیرم. بله، حتما. آره. از فقر میترسم، خیلی میترسم، چون فقیر زندگی کردم و فقر رو میشناسم و زمانه رو همینجوری ازش نمیگذارم. آره. اصولا همیشه آدم خوشبین و امیدواری هستین؟ این واقعیتی هستش که توی ذهن هر کسی خوشبختی معانی متفاوت داره. خوشبختی برای من در واقع عدالت اجتماعی. میدونی من عدالت اجتماعی و دموکراسی برای من اصله و سعی کردم که عدالت اجتماعی رو توی محیط کاریم پیدا بکنم. بله. نه توی تئوری های آنچنانی. بعد اون وقت تئوری ها رو هم خوندم، ولی مجموعا آرزوی من این هستش که مردم خوشبخت بشن. خوشبختی مردم هم در گروه عدالت اجتماعی است. دیدم توی آغاز برنامه اشاره به برای بچه های زحمتکش و کارگر کردی. واقعیت این استش که تقصیر اونا نیست، تقصیر اونی هم که
حقوق اینا رو میده نیست. من فکر کنم تقصیر ما هنرمنداست که تو شرایطی زندگی میکنیم که نمیتونیم بپردازیم به واقعیت معیشت یک کارگر زحمتکش. بله، بله. خیلی که هدف بکنه مثلا تو این سریال هایی که من گاهی میبینم، ما واقعا به زندگی تلخ معیشت مردم کمتر میپردازیم. خب این تحقیقامیست، طبیعیست که منو قصمند میکنه و من از تعهدم دور میکنم. قرار بر این بوده که ما در نوکری مردم کمرمون رو ببندیم، نتونستیم. یعنی تلخ بود دیگه. بله. نشد. و یکم برگردیم به گذشته که از خیلی خیلی در سن خیلی پایین وارد این عرصه شدین، ولی به طور حرفه‌ای میشه گفت از چه کاری و چه زمانی؟ من حتما میدونی چون خودت توی رادیو بسیار کار کردی. من از سال 41 توی رادیو وارد شدم و شاگردی ابراهیم‌زاده و اینها رو کردم و تو سال 45-46 دیگه کم کم نقش اصلی بازی کردم. بله. و من 21-22 ساله رو یهو کرد کارگردان و هی هم بهش گفتم آقا من آخه چجوری اینا فرمونه من رو نمیبرن؟ سارنگ، مقبلی، نوزری، چه میدونم امیر فضلی، اینا من چه کار کنم؟ تام دهیم. بله. مرسی که یادآوری کرد. بعد گفت که کارتو بکن، هر کس تخطی کرد از دستورت بیا به من بگو. گفتم من هرگز این کار رو نمی کنم، اصلا بلد نیستم، من جاسوسی بلد نیستم. عرضم به حضورت که وقتی که رفتیم برای کار کردن دیدم که میتونم شاگردیشون رو بکنم. خیلی هاشون بهم یاد دادن، کارگردانی رو هم حتی بهم یاد دادن. اون طرف قضیه در بیرون از اونجا در تئاتر هم من سال 39 تقریبا شاگردی همه بزرگان تئاتر مملکت رو کردم و افتخارم میکنم که هنوز طلبه هستم. منظورم این هستش که بله از 14 سالگی کم کم وارد تئاتر شدم و در 17 سالگی جوان اول رادیو شدم. عرضم به حضورتون که به موازاتش هم در تئاتر کار کردم، خوبم کار کردم، پوشش کردم شریف انتخاب کنم، شریف بازی کنم و هرگز هرگز و هرگز هیچ اثری رو که علیه میهنم و مردم میهنم هستش نپذیرفتم. بسیار عالی، بسیار عالی. بله. زمانی که شما با دنیای سینما و تئاتر آشنا شدین، جهان چه حال و هوایی داشت؟ به عنوان یک هنرمند شما بگین، با حسی که دارین نسبت نگاهتون به دنیا. سوال درندشتیه. بله جان. بله خیلی مفصل. و اگه بخوام مثلا توی سه خط پاسخ بدم، قبل از کودتا هم که از سال 22-23 ما دوچار پدیده‌های ویرانگر شده بودیم که حسبه و وبا و این حرفا و بعدم یورش ها و متفاوت بیرون. از سال 32 به بعدم که روشنفکرهای خوب مملکتمون به نوعی غارت شدن دیگه، بعضی ها به زندان، بعضی ها تبعید، بعضی ها اعدام. همین جامعه هنر چون همیشه در خدمت در واقع اندیشه های ناب و پاک بود، اون هم لطمه دید. نسل جدیدی که حالا در ادامه این سوال اینو عرض کنم، نسل جدیدی که به سمت تئاتر و سینما میان با نسل شما، تفاوت‌های اساسیشون در چیه؟ دنبال یادگیریان واقعاً یا دیده شدن؟ این در واقع گذاشتن من توی یک برکه تلخه. از یک سو واقعیت این هستش که نقد نسل جوان برای من آرتیست خب یک کمی سخته، ولی چون تو دانشگاه عمری رو گذروندم و همون شاگردان رو من توی میدان هنر میبینم، واقعیت این هستش که ما بیسواد زیاد داریم، بیسواد تو نسل جوان زیاد داریم، ولی نخبه های شریف هم زیاد داریم که جون گذاشتن برای این کار.
بزرگترین مسئله ای که تو نسل جوان الان وجود داره این نیهلیزم نوعه، یعنی بیپایگاهی، ناامیدی. من خیلی از شاگردان موقعی که فوق لیسانس میگرفتن به سخره بهم میگفتن که خب به چه درد میخوره استاد این، ببریم تو آشپزخونه آویزونش کنیم، به مادرمون بگیم که بیا اینم فوق لیسانس که پسرم این کارم کرد. عرضم به حضورت که ما خیلی میخوندیم، خیلی میخوندیم، یعنی اینو جدی میگم که هم میخوندیم هم در شرایط تلخی میخوندیم. من 5 ماه 6 ماه منتظر میموندم تا نوبتم بشه که مادر گورکی رو بدن من بخونم، و 5 روزم بیشتر وقت نداشتم، باید تو 5 روز اینو میخوندم و تحویل میدادم چون کسی دیگه در نوبت بود. نمیدونم، کتاب برای ما یه تقدس تاریخی داشت، و واقعیت این هستش که معلمین ما وقتی به ما احترام میگذاشتن که به دانایی احترام بگذاریم، دانستن براشون مطرح بود. آرتیست دانا بازیگر قدرتمندیه، آرتیست دانا میتونه درام نویس متعادلی باشه، نه بی سواد باشه. اما توی نسل کهن، توی نسل کهن ببخش، من اینو امیدوارم که عزیزان هم سن و سالم، هم ریشام، هم گیسام ناراحت نشن از من. وقتی میگن پیشکسوت، من تنم میلرزه، چون وقتی میگم پیشکسوت، تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف تا که ابعاد بزرگی همه آماده شد. وقتی به من میگم پیشکسوت، یعنی من باید بدونم که میتیخان مصری سبک کارش روی صحنه، شیوه کارش در پشت صحنه، رفتارش با تماشاگر چگونه بوده است، و این توارث رو وقتی که به من سپرده، من چقدر مصرفش میکنم، چقدر عملش میکنم. من یادمه که همین میتیخان مصری، شاید دوستان ما توی سالن نشناسن، میتیخان مصری بزرگترین سیاهباز دورانهای ما بوده است، یعنی شخصیت عجیبی است. میتیخان مصری به من میگفت که بذار جان، من قبل از این که برم روی صحنه حتما باید غسل کرده و پاک باشم، و بعد دهانم رو کوشش میکنم که خوب بشورم، برای اینکه خدای نکرده واژه‌ای از دهانم بیرون نیاد روی تخت حوض که احیانا یکی از تماشاچی‌ها از این واژه خجالت بکشه. من هر وقت میرم روی تخت حوض احساس کنم خواهرم، همسرم، دخترم، تمام نوامیس هم اینجا نشستن، لذا هرگز واژه رکیک از دهن من در نمیاد. خب این یه چیزه، این در واقع یه ارثیه پاک ماترک نابه، اینو ما باید یاد بگیریم. و حالا منی که قراره که پیشکسوت باشم، میباید با فرهنگ زمانه همراه باشم. من نمیتونم ندانم که مثلا مثال میزنم، برخس شاعر بزرگ آمریکای لاتین کیست، چه کاره بوده، و نابینایی چقدر در آثارش تأثیر داشته. لذا انتظار دارم هر پیشکسوتی که بهش اطلاق میشه که شما پیشکسوت هستید، باید لیاقت این ارجمندی رو داشته باشه. واقعیت اینه که هر وقت بهم میگن استاد، احساس میکنم که دارم پیشنهاد میکنن که بهش زهرا آماده است. من احساس هم این هستش که ما جماعتی که پا به سن گذاشتیم و جوونا سن ما رو میشمارن، یه سالم اضافه میکنن، باید حواسمون جمع باشه. آرتور میلر بزرگ آمریکا، درام‌نویسی که میدونی که چقدر خیلی بزرگ هست، تو تمام آثارش به یه مسئله تکیه ویژه و ژرفشی داره، مسئولیت. مسئولیت رو همیشه تبلیغ میکنه. هر کدوم از ماها تو این کشور حتما یه مسئولیتی داریم. یکی مسئول این هستش که زن و بچهش رو در تلخکامی نگذاره. بله. یکی هستش مثل من که وظیفه داره که کار در واقع کثیف رو نپذیره. یعنی ما واقعا مسئولیت رو توی هر پستی اشتباه کردیم، کوشش کردیم که زود شونمون رو خالی کنیم که بیفته تو خونه همسایه. آره، مسئولیت باید به فکر باشیم. سوال های سخت سخت نکن. نه چشم، من جواب های بد بد میدم. چشم یه چیز خاطره بگم،
ورزش مورد علاقتون شطرنجه؟ بله. ما در رادیو البته بعد از کشتی که مثلا تختی بعد کشتی آره. در رادیو ما ساعتی که مثلا ضبط نداشتم و اینها من کیف میکردم و شطرنج بازی میکردم، ما با هم هی شطرنج بازی میکردیم و من خیلی تقلب میکردم. راست نمیگه. من چی بگم آخه؟ من تقلب نه، آقای شرفی میکرد. آخه آقای شرفی یادش بخیر. من سلام میکنم مهدی جان بهت، از چیز یاد گرفتم. بله، خیلی ولی تو شطرنج تقلب میکرد. آره، از آقای شرفی هر جا هستن سلامت باشن، خیلی خیلی دوست داشتنی بودن و خیلی حمایت میکردن. کلی چیزا یاد گرفتیم. بله. ولی شما یک شیوهی داشتین در شطرنج، آدمی که یعنی توی حرکت مثلا سربازو که دوتا میرفتین جلو، همزمان من میبیدنم اسبم جا به جا شده. نه، خیلی تکنیک بالایی میخواد و بعدن میفهمیدم که این یه ذره عجیب فکر بود. نکنید بی خودی به این جایگاه رسیده ها. اگه به خاطر داشته باشه و اگر دیگر همکاران ما به خاطر داشته باشن و الان هم اگر دوستانی که با من بازی میکنن یادشون بیاد، من تو شطرنج میخوانم و بازی میکنم کاملا. زمانی که در شرایط تلخ هستم سکوت میکنم، ولی زمانی که در شرایط خوب هستم تمام ترانه های فولکلور ایران زمین رو میخونم و بازی میکنم. آره، اینو در ادامه میخواستم بگم، یعنی نه تنها که این اتفاقا میافتاد و میخوندن با صدای بلند، چقدرم زیبا و چقدرم شعرهای زیبایی، منتها خب دیگه شما اصلا تمرکز نداری برای بازی. یعنی اونجا بود که دیگه ما تسلیم میشدیم. و مهران میگه اسب، ولی اون اسبی که ایشان داره میگه که من هم پیاده رو میروندم هم اسب و خر بوده. آقا یادش بخیر، من همیشه به عنوان شیرین ترین دوران کاری از دوران رادیو کار میکنم، تعریف میکنم. بله بفهمیشون. این رادیو شطرنج یه اتفاقی افتاد سال گذشته، بچه ها توی انجمن بازیگران تئاتر، من مسئول این انجمن هستم، گفتن که چرا مسابقه شطرنج رو بین هنرمندان راه نمیندازی. گفتن خب پول نداریم. گفتن تو میتونی راه بندازی. گفتیم باشه. گفتم جوایزم خودت باید بدی. گفتیم باشه. هیچی، ما مسابقه را انداختیم و درخواست کردیم که هنرمندا در شرکت کنن و 18 نفر شرکت کردن و من رفتم که برای جایزه اینا یه کاری بکنم. فکرم چه کار کنم. گفتم که کتاب میخرم برای اول و دوم و سوم، کتاب میخرم. رفتم مجموعه آثار مارکز، مجموعه آثار نوبل گرفته از آغاز تا امروز. بعد یه کتابی بود که خودم دوست داشتم که بخرمش، سالها بود نمیتونستم اینو بخرم. یه جوری اتفاق میافتاد، یا پولم کم میومد یا اتفاق میافتاد که نمیتونستم بخرم. نقد نو. بله. این کتاب رو خیلی، یعنی دیگه کم کم داشت برای من یه تابو میشد. گفتم من سوم که میشم تو این هنرپیشه، اینو برای خودم بخرم، برای جایزه سوم بخرم. خریدیم و آوردیم و از استاد بزرگ شطرنج جهان آقای قائم مقامی که همشهریم و رفیقم هستش، از اونم دعوت کردم که بیاد جوایزمونو بده فینال. هیچی، بازی ها شروع شده، اومدیم بالا. تو فینال 4 نفر شدیم. مهدی میامی میدونی که شطرنج باز بزرگی هستش. داره. رفیق خوبی هم هستش. این من فکرم که منو میبره، ولی نبرد. اون طرف هم فریدون مهرابی باخت به حریفش، شد مهدی و فریدون و من اول و دوم و سوم. جایزه اول مارکز بود. دیدم کتابی که برای خودم خریده بودم دیگه رو بهم نمیرسه. گفتم که بهترین کلک رو میتونم بزنم، حتی نه اینکه اسب و یو بیارم جلو با پیاده ها. هیچی، نقد نو رو برداشتم برای خودم و به اونا گفتم که جایزه شما مارکز رو. خودشون هر دو اذعان کردن که ما مارکز رو بیشتر دوست داریم. چقدر عالی. آره، لذا الان نقد نو رو دیگه دارم، اگه خواستی میتونم بدم. خیلی ممنون.
خانواده شما خانواده هنرمندی هم. واقعا کشش خودشون بوده از ابتدا به این سمت، یا خب تشویق شما باعث شد اصلا به این وادی قدم بذارن؟ پدر من میدونی که شهادت خان بود، تعزیه خان خوبی بود. پدر فهیمه، همسرم فهیمه خانم، ببخشید، پدر فهیمه خانم بزرگترین عکاس دهه 20 ایران بود، یعنی عکاسی عطارد چهار کالج. تو خانه ما به نظر تباری ما این وضع داشتیم، و تو خانه ما مثلا جز تو و رفقای رادیو و استاد آریانپور و جمشید مشایخی و اینا کس دیگه که نمیومد، که همیشه اینا میومدن، خانم قاسمی، خانم فضل‌اللهی، اینا اصلا هیچ وقت کس دیگه ای رو تو خونه ما نمیدیدن. بعدم یک کتابخونه ای هم به حال این گوشه کنارا بود که با برکت بود. بله. لذا خب عاشقان خوندن هم میومدن، کتابشون انتخاب میکردن میوردن، بعدم دیگه نمیآوردن. خوب بود. این بچه‌ها هیچ وقت چیز دیگری، خب فهیمه که نقاش بود، شقایق رو من تمام نیرومو گذاشتم که به اون سو نرود، ولی خب اصلا بدونی که به من بگه رفت. آذرخش کار خودشو میکنه، نقاشی و موسیقی و این آخرها دیگه، بازی هم دیگه کرد دیگه. آره واقعیتشو بخوای خیلی سعی کردم که پرهیزش بدم، چون موسیقی رو دوست داشتیم، هممون دوست داشتیم، دلم میخواست که واقعا موسیقیشو بخونه. برای همینم رفت هنرستان موسیقی، بعدم رفت به دانشگاه موسیقی و اینا. ولی شرایط و زمانه و چه میدونم، شما اعتقاد دارید به سرنوشت، اینا همه باعث شدن که برن. بله. خانم رحیم نیا از بازیگران درجه یک بودن همیشه، و چطور آشنا شدین؟ چی شد؟ این چیزای خصوصی رو میپرسه. نه والا تو گروه هنر ملی که بودم، علی حاتمی و اینا همه اون تو بودن دیگه، تو گروه هنر ملی بودن. بله. احساس کرده بودن که گروه بازیگران زبدهش خیلی پیر شدن، جمشید لایق، حسین کسبیان، خانم چهره آزاد اینا، لذا بد نیست که نسل جوان بیاد توی گروه. نشستم فکر کردم، قرار شد که حداقل مثلا 40 نفر از بچه های جوان رو با کنکور بیارن و بعد استخدام کنن. لذا کنکوری برگزار شد، 800 نفر شرکت کردن. مسئولیت این کار رو آقای جامرد استادم به من سپرد. بله. یعنی در واقع مبصرم کرد. تو این گروه وقتی اومدن همه امتحاناشون دادن و بعدم مصاحبه حضوری شد و این حرفا، 20 تا زن 20 تا مرد انتخاب شد. تو این 20 تا زن یه بانوی قشنگی بود که این سوادش از اونای دیگه کمتر نبود و بسیار متین و ساده بود. این تو این کلاس می اومد و می رفت، ما دلبستش شدیم و با اون زیرکی هایی که من و تو داریم خواهش کردیم که اجازه میدید که ما از میدان بهارستان تا بیمارستان مهر شبا، چون دیر وقت ساعت 9 تعطیل میشه، ما شما رو برسونیم. ما ایشون رو میبردیم میرسوندیم، ولی خب بدبختی این بود که من بعد ایشون رو تا بیمارستان مهر میبردم میرسوندم که حداقل ساعت 11 میشد. حالا ساعت 11 باید میرفتم به کوکاکولا و این یه فاصله 5-6 کیلومتری بود، ولی خب راهی نبود، باید میرفتیم که عاشقیه دیگه، هزار درد سر. این عمل انجام شد و بعد هم بهش گفتم که حاضری زن من بشی؟ گفت که 3 تا شرط داره. گفتم چیه شرطات؟ گفت باید بذاریم، من هنوز دیپلم نگرفته بودم، اون لیسانس گرفته بود، لیسانس نقاشی گرفته بود. گفت که یکی این که بذاری من تحصیلمو بکنم. بله. گفتم چشم، نوکرت هم هست. گفت که خودت دیپلم بگیری دانشگاه قبول شی؟ گفتم چشم، اونم چشم. گفت که سومیش این هستش که سیگارتو ترک کنی. گفتم چشم، چقدر راحته، اونم ترک کردیم و بعدم ازدواج کردیم. چقدر عالی. به به. بله. این همه سال کنار هم زندگی کرد، این موضوع مال چه سالیه ازدواج؟ سال 48 اومد. 48 ازدواج. در این همه سال میشه گفت چه کسی، یعنی کدوم یک از شما بیشتر
اون دیگری رو ساپورت کرده از نظر روحی و... برای اینکه بتونم با یک دختر متجدد مطمئن و با سواد زندگی کنم خیلی کم داشتم، خیلی کم داشتم. مثلا من نمیدونستم که هر شب باید جورابامو بشورم، هر شب باید پامو بشورم، هر شب باید هی دو شب در میون باید حموم برم، چه میدونم بسیاری چیزها رو نمیدونستم. یا مثلا موقعی که غذا میخورم، خب ما توی زندگی کارگری که داشتیم که حالا اینو اگه دوست داشتی چند تا جمله راجبش بگم، ما اگه دیزی میخوردیم یه دونه دو قاشقه میگفتیم بیاره که یه دیزی رو دو نفری میخوردیم، بعدم دیگه چنگال که تو دیزی خوردن وجود نداشت که. چه میدونم مثلا یه قاشقی که ما زدیم توی پیش دستی خودمون توی سالات دیگه نزنیم. این منش ها رو همه رو تک تک آرام آرام یاد داد به هم. و بعد از همه مهمتر میدونی که زن من دروغ نمیگه، من میگم. دروغ به دشمن میگم، اینم باشه. و میدونی که زن من گیاهخوار هست. ما الان نزدیک 15 ساله که گوشت به خانه ما نمیاد مگر اینکه تو مهمونمون باشی که مجبور بشی مرغ بکیم بیارن. عرضم به حضورتون که آره ما گوشت توی خونمون نمیاد، روغن به جز زیتون و چیز گنجد تو خونمون نمیاد، ما هیچ چیزی رو سرخ نمی کنیم. یه زندگی اونجوری داریم دیگه. شاید هم چیز بهره گرفته از زندگی دانشجویی سخت اروپاست. ما در اونجا خب به حال فقیرانه زندگی میکردیم، دانشجویی زندگی میکردیم، و اینجا که اومدیم الان شرایط خوبی داریم. ما الان آدم متمولی هستم، حتی میتونی به عنوان جنبش کارگری علیه من پرچم ببری بالا. ولی چیزه، یاد گرفتم، بسیار ازش یاد گرفتم و واقعا منتدارش هستم. بهش هم گفتم نه هرگز زن میگیرم، روی تو هیچ نگرانی نداشته باش، و نه هرگز من هرگز اهانت نکردم بزنم. و شاید تنها مردی باشم در ایران زمین که از زنم کتک خوردم. و اینو برامون بگین. بسته می اومد از پدر بزرگش یا خواهرش از اونور اقیانوس، این بسته ها رو برای باز کردنش خب جمع می شدیم 4-5 تایی دور هم، و شادمانی بود دیگه، هدیه بود، همه هم خوشحال می شدیم، حتما هم به فکر هممون بودن. یه بسته اومده بود، بچه ها امتحان داشتن، تمام کوشش رو کرد که به من بفهمونه که بذار به هیچ عنوان از بسته حرف نزن. البته اونا دیده بودن که پوستی آورده در خونه داده، هیچ ما حرف نزدیم. و گفت که بابا ما که داریم درسمون رو میخونیم، خب بیار باز کنیم ببینیم چی توشه. گفت خب برو بیار باز کنیم. رفت آورد و باز کردیم و شادمانی شروع شد و بزن به کوب شد و این حرفا فهمید. اومد دید باز شده و اینا، لهجش گرفت، عصبانی شد. خب میدونی که خیلی لاغر هستش، با دست کوبید پشت من، دستش انقدر درد گرفت که گریهش افتاد. خیلی عمالی. فرانسه تحصیل کردین شما؟ بله. چند سال اونجا بودین؟ فهیمه برای اینکه دکتراشو بگیره 4 سال و خورده‌ای شد. من برای اینکه تئاتر ناسیونال استراسبورگ دورش 3 سال بود. بذار من 3 سال بودم. 3 سال. البته 3 ماه هر سال رو میمدم اینجا گروه کوش میدون شوش. بله. بچه ها رو هر چی یاد گرفته بودم مثل مرغ سقا میریختم تو دامن اینها، یه پی اس کار میکردم میبردم رو صحنه و دوباره میرفتم. درست. چند وقتی که تئاتر کار نکردین، کارگردانی نکردین؟ خودخواست. سوالای سخت سخت میکنه، میدونه من پاسخ سخت میدم. نه به خدا. میخوام ببینم دلیلش. خب دلیلش خیلی روشنه. دلیلش بسیار روشنه. اجازه میدی من یه چیزی رو که یه کمی وسیع‌تر از این سوال پاسخ بدم، چون به هر حال مسئولیت یه انجمن بزرگ با من هستش. ما مثل بعضی از سنف‌ها
احتیاج به یه انقلاب عمیق فکری داریم. بخش هنر به ویژه تئاتر نیازمند یه دگرگونی بنیادی هستش. تفکر و اندیشه حاکم بر تئاتر غلط بوده و همینطوری هم غلط جلو اومده. توجه می‌فرمایید؟ یعنی اینکه ما توی خیابان جور دیگری زندگی می‌کنیم، توی خانه جور دیگری، توی دانشگاه جور دیگری، ولی تو تئاتر ما باید یه جور دیگه زندگی کنیم. درام نویسی این مملکت در گروه این تغییره. ما نمیتونیم در بدبختی حتما هنرمند خلق بکنیم. این غلطه. اینو ماویستای زمانی توی مملکت باب کردن که هنرمند باید در شرایط تلخ زندگی کنه تا اثر بالا خلق کنه. نه. شرایط تئاتر ما یعنی لازمه یه دگرگونیش خیلی بزرگه. ما باید از همه تفکرات و اندیشه های پاک و ناب و میهن پرستانه استفاده کنیم تا تئاترمون رشد بکنه. تئاتر ما متأسفانه رشدش بطئی شده، جز نقطه های کوچک از جوان های خوب، جوان های شریف، چیز دیگری ما نداریم. نمیدونم شما موافق این شکل از تئاترهای فاخر و گران قیمت نیستین؟ کدوم ها رو میگید؟ اینی که مسئول تئاتر کشور رفت اونجا قیمت بلیط کرد 500 تومن، اونو میگی؟ کارایی که آره دیگه دیدین که با اینکه رفیقم هستش، با اینکه رفیقم هستش ولی حاضرم بکشمش. تئاتر مهران جان، ببین روشنفکرای خوشفکر که از ما بیشتر میدونن، پولدارای شکم گندم که بیشتر از ما دارند و خیلی دارند، زیادی دارند، اگرم کم دارن میدوزن میبرن، طبیعتا نیازی به دانش من و شما ندارن. مردمن که نیازمند این هستن که تسکیه بشن، آرامش پیدا کنن، پدیده تازهی رو بشنن، تحلیل تازهی از روابط اجتماعی پیدا بکنن. من باید بفهمم کارگری که هی میگه آقا حقوق منو بدید، خب مگه میشه یه نفر کار بکنه و بعد حقوقش رو ندم بعد بگم تو زندگی کن؟ نمیشه. توجه میکنم کار من تئاتری به عنوان چشم گوش مردم پرداختن به وضعیت معیشت تلخ اونه. من شاگرد دارم که فوق لیسانس داره، والا به خدا داره مسافرکشی میکنه. باز شاگرد دارم که شاگرد اولم بوده تو دانشگاه، تو غرب تهران توی بنگاه معاملاتی دلال شده. این تلخه، خیلی تلخه. ما حداقل دست کم به قول آمرتزا احمدی، خدا بیامرزتش، 100,000 نفر بازیگر داریم. من 700 نمایشنامه خوب خوندم توی فستیوال برگزیده ادبیات نمایشی. طراح، خیلی درام نویس، همه چی داریم. خب اینا رو باید بهش فکر کرد، اندیشید، نه اینکه همینجوری یلخی ولش بکنیم تا خود به خودی ره. شاید ابزار این ابزار رو نمیشناسن، نمیدونن که این ابزار میتونه در کوره ده کار بکنه. تاریخ درس بده، جغرافی درس بده، اخلاق، منش، رفتار، فرهنگ، شعر، موسیقی، همه چی رو درس بده. میدونی که این پدیده بزرگی هستش. خب وقتی بهش نرسیم این میشه دیگه. به سریال ها بپردازیم یکم. میخوام هی بالانس کنم، سرد و گرم کنم. چون نگفتم سوالای سخت سخت میکنه بعد من جوابای سخت سخت. آره نه، اتفاقا چقدر خوبه. من سکوت میکنم که شما واقعا بگین همه چیز رو، چون میدونم که چقدر درد دل دارین، چقدر از یه سری چیزها عصبانی هستین و یه شرایطی رو دوست ندارین. دوست دارم که همه اینا رو بفرمایید. با یکی از بازی‌های درخشان شما در سریال امام علی بود، در نقش معاویه، که خب مردم خیلی اون رو دوست دارن و به خاطر دارن. اون کار چند سال طول کشید؟ نه، ساخت اون کار 4 سال طول کشید. و روح شاد زنده یاد مهدی فتحی که آره با شما هم بازی بودن و در رادیو هم اون دوران در خدمتشون بودیم، چقدر دوست داشتنی بودن و چقدر جاشون همیشه در هنر ایران خالیه. از سریال امام علی میخواین برامون یه کوتاه بگین، از خاطره‌ای که دارین و حالی که داشتین؟ خاطره کوچولو دارم از امامعلی، شاید خوشت بیاد. همه جو تعریفایی شده، دوستان هنرمند ازش تعریف متفاوت داشتن.
ولی من دلم میخواد یه چیزی رو که کمتر شنیده شده بگم. ما در اونجا که کار میکردیم توی تابستان، توی مرداد ماه که بادهای خرماپزون میاد و اونایی که آشنا هستن میدونن که چه پدری از آدم، صورت آدم و زندگی داره. این وضع اینجوری بود. بخش در واقع کمک کنندگان ما، سیاه لشکرانی که بودن، باید بود چهرهاشون تیره بود تا عربیت قضیه تثبیت بشه. یک سپاه بزرگی رو آورده بودن که خیلی زیاد بودن، که همه هم خجالت کش و شریف هستن. یک اینا رو آوردن توی چمن وسیعی بود، تختای سه طبقه زدن، همه رو اسکان دادن. داله. و خب قرار بود مثلا فردا دیگه کم کم آموزش بهشون بدن که چه بکنن چه نکنن. این حرفا شب یکی از این آیان رو که سرباز چیز بود تو طبقه یعنی تخت سوم مار گزیدش، دوتای زیرش خوابیده بودن ولی اینا بلک اونو گزیدن. جیغ و داد و بگیر و ببند و آوردنش پایین. تو چیز بودیم، توی سرخو بودیم، دور رسد بندر عباس. سریع اینو بردنش به بندر عباس و خب پارتی ما هم نیرومند بود دیگه، خیلی قلدر بودیم اونجا. زود بهش پرداختن و 3-4-5 روز طول کشید تا خونش رو صاف کردن، ساختنش، درستش کردن، آوردنش. خب خوشحال شدیم، سرواتی و شربتی و آره کیفور شدیم که این سالم شد. خیلی معصوم بود، چهره نرمه. بعد شب خوابیدیم، باز تو سحر جیغی بلند شد و بگیر و ببند و همه آی فلان فلان فلان، مار زدش. همونو. باز بردنش بندر عباس و بهش پرداختن. ما دست به دامن آدم بزرگی شدیم که توی تیممون بود که آقا تو خرت میره اینجا. ما همه، من و فتحی به خصوص، حسابی روش دست چیز داشتیم. چرا دوستان دیگه هم همینطور. به هر حال که آقا تو یه لطفی کن، اینطوری که اینا تعریف کردن، این فرزند یه پیرزنی هستش که شویش مرده و این تنهاست، مادرم اونجا منتظره، لطف کن معافی اینو بگیر، این اگه اینجا بمونه بازم میمیره ناجوره. هیچی، ریشام که بلند بود دیگه، آره ریش گرو گذاشتیم و شاه سیبیل دادیم بهش و گفتیم آقا تو رو خدا کمک کن. خب چون آدم بزرگی بود توانست معافیشو بگیره، جشنی برپا شد و این آدم رفت پیش مادرش و ما خوشحال شدیم. چقدر عالی. چقدر عالی. میتونید بگید سخت‌ترین نقشی که تا امروز بازی کردین چی بود؟ اونو میگمش، ولی من معاویه خوبی بازی کردم. بله. نه خیلی خوب بازی گفتم کرد. بازی درخشان شما در. نه یه وقت خیال نکنید که حالا ما فوش میدیم معاویه، من معاویه بدی بودم و شما فوش میدادیم. نه اینجوری نبود. معاویه من از همه معاویه‌ها یا از معاویه تا بهتر بودم. از سخت‌ترین نقشی که بازی کردم، تو خب آکتوری مجربی هم هستی، صاحب سبکی، میدونی که بعضی نقش‌ها هستن که خیلی سختن، به خصوص اگه نمونه‌های خارجی داشته باشه. بله. من نقشی رو بازی کردم که هنرمند بزرگ جهان داستین هوفمن بازی کرده بود، بازی کردم و هما روستا خدا بیامرزتش بود، آقالو اینا بودن، همه پسران من. نه. نقش رو بازی کردم و خیلی ها ستایش کردن، گفتن آقا خیلی خوب بوده. تلفن هایی داشتم از اونور مرز، بزرگانی بودن که مثلا ابراهیم مکی که گفت آقا خوب بازی کرد. منم احساس کردم که لابد خوب بازی کرد. بله اون یکی از کارهای البته یه چیز خدمتتون عرض کنم، ما موقعی که اون 140 نفر بازیگر قرارداد هامون رو بستیم، من و فتحی یادش بخیر، کاش زنده بود و جای من اینجا نشسته بود، دوستان فتحی رو تنها با عمرو آس نشناسید. فتحی رو من با جرأت میتونم بگم که بزرگترین آکتور آسیا بود.
آره واقعا بی‌نظیر، اینقدر بزرگ بود و اینقدر دانشور بود. فتحی هیچی کم نداشت از توشیرو میفونه ژاپن یا از باندارچوک روس. بله خیلی بزرگ بله. بود، ولی خب تلخ مرد و متاسفم. چی میخواستم بگم؟ من همیشه میگفتم آقای فتحی دایره المعارف سینمایی متحرک واقعا. آها، ما با فتحی یه شور دو نفری که داشتیم گفتیم که یه یعنی قراری گذاشتیم، داشتیم از این چیزا دیگه تو رادیو هم که بودیم داشتیم، قراری گذاشتیم که متر ما، اندازه ما، ترازوی ما، ترازوی بازی در ایران تنها نباشه. نقش آنتونی کوین رو در حضرت محمد صلی الله وقتی نگاه بکنیم به جای حمزه سید و شهدا، خب خاصه. ما کوشش کنیم که هم نباشیم، اونو متر قرار بدیم، سعی کنیم بریم به اون حد که اون... نمیدونم رفتیم نرفتیم، شدیم نشدیم، به هر حال همینیم که هستیم. خیلی هم عالی. این شما درجه یکی. یه چند تا سوال بپرسم با بله یا خیر جواب بدین. میدونی که هیچ کدوم از اونایی که اینجا نشستن ندادن با این بله و ناخیر. سختیش به همین اصلا، یعنی جذابیتش به همین، حتی اونجایی که میشه. باشه قربونتون برم الهی. تا حالا شده انقدر اذیت بشین که فکر کنید اساساً بازیگری رو کنار بذارین؟ نه نه. ای باید میگفتم خیر. نه همون بله یا نه یا بله یا خیر، نه فرق نمیکنه. حالا به هر حال دستورات تو رو من من مخلص شما، من قربونتون برم. تا حالا شده از نقشی که پذیرفتین پشیمون بشین؟ بله بله. اگر برگردین به گذشته چیزهای زیادی هست که تغییرش بدین؟ خیلی خیلی خیلی. بابا بزرگم میگفت که بابام تو رو داریم میفرستیم به تهران که آدم بشی، نمیفرستیم که بری مهندس بشی، دکتر بشی. حالا نمیدونم شدم یا نشدم. و اینو فرمودین البته، هم انسان امیدواری هستین. بله. زود عصبانی میشین؟ این میدونه جواب این رو. بله، یعنی ببخش این دیگه مجبورم توضیح بدم. اصلا برای همینه من انقدر مواظبم، مواظب حرفام، مواظب حرکتم حتی. نه مطمئنا از شما عصبانی نمیشم. خلاص واقعیت این هستش که تو حرفه ما علمیت در هر چیزی جایگاه پیدا کرده و اینجوری نمیشه احساسی هر پدیده ای رو عنوان کرد. ما مجبور هستیم که در زمانه ای زندگی میکنیم که دانستن و فضیلت نقش اصلی داره، لذا کسی اگر چنانچه نادانسته از پدیده منفی و بدی دفاع بکنه من عصبانی میشم. حالا میدونم میگه که خب وقتی عصبانی بشی چه کار میکنی؟ یعنی لازم باشه میزنم تو گوشش. چه سوالام هست؟ تا حالا کسی رو از عصبانیت زدین؟ نزدم، ولی تقریبا زدم بود. ما در یه کاری که میدونی که من یه سریال ساختم که توی اون کار یه تیکه ای داشتیم ما که این قزاق دوره پادشاه سابق پهلوی این طرف حدوده مثلا 30 تا قزاق واسدن، این طرف 30 تا قزاق، دو تا آدم بودن که این خطایی اگر این 30 تا کرده بودن مسئولیتش با اون دوتا بود. بس. یعنی رئیس این و رئیس این چیز اون سرقزاق بزرگ برای اینکه تنبیه بکنه اول گفت که اینا دو قدم جلو دستا بالا، اینا هر 30 تاشون زدن تو گوش مقابلیا، بعد اومدن عقب نوبت اونا شد، اونا اومدن زدن تو گوش اینا، بعد نوبت اون دوتا شد، اون دوتای اصلی. این دوتای اصلی یکیشون رو اسم ببرم، البته خب اگه اون رو اسم ببرم اون یکی هم میفهمه که منظورم اونه، اب نداره، رفیقا من دیگه، نقی سیفشماری خدا بیامرزتش، مرد قشنگی بود. اون یکی از اینها بود، حمید صفایی هم یکی دیگه بود. حمید یک کمی تندخو هست.
اومد به من گفت که بزاد، خب عضو گروه هم بود دیگه، من 50 سال با من کار کرد، اومد گفت که بزاد اگه محکم منو بزنه منم محکم میزنمش. حالا صاحب کن نقیص افجمالی کوچولو و نرم و ساده و مهربون، حالا حمید قلدر. آره گفتم یعنی چی حمید؟ گفت بهش بگو آروم بزنه، اگه سخت بزنه منم طوری میزنم که بیفته اونجا. گفتم غلط میکنی، تو حق نداری این کارو بکنی، باید مراقبت کنی. هیچی نقی اومد زد واقعا هم آروم زد، از نظر من لااقل آروم بود. حمید گفت نه این محکم زد، منم محکم میزنم. من عصبانی شدم، عصبانی که شدم 11 تا کشیده تو گوش خودم زدم. آره گفتم آخه این چیه، این چیزی نیست، حالا این میکروفون تو نمیذاره، یعنی چی، چه چیز کوچولویه، مسخره است. گفتم حالا برو بزن، بازم محکم زد. چه حالی شد این بعدش؟ اون بازم محکم زد با این کاری که شما کردین، اون بازم محکم. آره خیلی خیلی عجب. خیلی وسواس دارین در انتخاب نقش و اون اولویت مهم تو انتخاب براتون اول چیه میشه گفت؟ احساس کنم هر بازیگری یه چیزایی برای خودش داره که توانش تو اون چیز داست. یعنی وقتی میگی مهدی فتحی انقدر درندشت بود بس. که دریایی از توانایی ها درش نهفته بود. هر آکتوری اگر یه ذره در واقع به ارجمندی های بازیگری رسیده باشه، مطالعه درخشان داشته باشه، طبیعتاً توانایی های خودش توی رشته های متفاوت امتحان کرده. متاسفانه توی ما توی ایران این اشتباه هستش که هر کسی یه بار نقش بازی بکنه و خوب بازی کنه دیگه همیشه باید نقش های اونجوری رو بازی کنه. این از اشتباهات تاریخی این مملکته. برای همین هم خیلی ها واقعا بیچاره این قضیه شدن، مثل عنایت بخشی، رفیق خوبمون، بازیگر قلدر گرونر ملی، خیلی این بازیگر پرقدرتی هستش، همیشه نقش منفی بهش دادن. توجه میکنه بهش کار ندارم. برها هر کسی از توانایی های در بازیگری برخورداره. وقتی نقش رو میخونیم ما باید ببینیم که آیا جایی تو این نقش هستش که من از اون توانایی ها استفاده کنم، از اون تجربه، از اون آموخته ها استفاده. اگر اون باشه و اثر سمتگیری ضد مردم نداشته باشه، برای من درخشان بازی میکنه. به پولش زیاد فکر نمیکنم، میدونید چه میدونم، در گرفتن دستمزدم سختگیر نیستم، منهای این آخری که دلخورم و نمیدونم بگم یا نگم. خسته شدیم من؟ بله من میگم من خسته شدم. نه منم که نمیتونم بگم، تصویر بردارمون خسته این دیشب نخوابیده. بله آقا جون من خسته نشدم. بله. اینو درش بگیر. بله. های کلوزا. یه سوال باز یکم کلی تر بپرسم. خیر و نه نه بله. نه اصلا راحت بفرمایید. به آنچه که میخواستین رسیدین فکر میکنین تا امروز؟ اون چیزی که ایدئالتون بوده در هنر و جایگاهی که الان دارین؟ من پیس های خوبی رو نوشتم به صحنه بردم، بازی های خوبی رو توی بعضی از آثار انجام دادم. مثلا اشاره میکنم به جاوری که تو بینوایان بازی کردم. من تو سینما متاسفانه بیمهری زیاد دیدم. علتهای فراوان داره. مثلا یکی از علتش این بود که انجمن بازیگران بیانیه ای داد که هر کسی از سینما حق نداره بیاد بره توی تئاتر و این کار درست نیستش. صنف مثلا الکتریک اگه بیاد تو خونه من و شما دو تا پریز رو وصل بکنه، الکتریک که بعد این کار نمیکنه، یا برای چی اینو اخراجش کردید؟ درست. یکی اینه، یکم این که بله من اینو الان با صدای بلند میگم که من اکتور بی سواد رو اکتور نمیشناسم. هنر پیشه باید سواد داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ادبیات جهان رو بشناسه، ادبیات میهنش رو بشناسه، شاهنامه رو باید خونده باشه، نظامی رو باید خونده باشه، خیام،
چه میدونم بیاد جلو تا نیما با 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 اینا باید خونده باشه. آرتیست باید فلسفه بدونه، آرتیست باید روانشناسی بدونه، آرتیست باید جامعه شناسی بدونه، آرتیست باید مردم شناسی بدونه، استتیک بدونه، شعر بدونه. توجه کردی؟ وقتی اینا رو اگه یه آرتیست اینا رو ندونه، من نمیگم بره فیلسوف بشه، توجه کن، نه، ولی به حد کفایت باید دستمایه‌ای داشته باشه دیگه. اگه اینا رو دارین بیا نوکرتونین بیاد اصلا رول اول رو از من بگیرن بدن دست شما. ولی اینکه یا مثلا این عروسکی از سینما بیاد اونجا پوز چهره زیباش رو بده و تفکر و اندیشه غلط سیاسی مملکت بهش فرصت بده، من مخالفم. اون بیانیه باعث، یعنی کمترین بازتابش این بود که دوستان ما در سینما فکر کردن که ما مثلا دول خورخوره ایم. نه، من واقعا به هر کارگردانی که بگم آقا قبول، دیگه میدونی من تابع مطلق میشم و کمتر اصلا تو کارش دخالت میکنم. متاسفانه در سینما ما، البته اون موقعی هم که کار خوب کردیم که دیگران صاحبش شدن، یعنی اگه سفر سنگ رو نوشتیم یهو مثلا آره، حالا بگذاریم، بیار کنین حرفا. خیلی ممنونم. چیزی هست که دوست داشتین اینجا امشب بفرمایین و توی حرفمون نبود، مطلبی راجع به هر چیزی؟ من با عزیزانم و بینندگان تو که میدونم بیننده های خوب داری، توصیه کوچولو میکنم، اونم به خاطر همون 75 سالی که افشا کرد، چون حالا دیگه دختر همسایه سلامم بهمون نمیده. من توصیه میکنم عزیزان، هموطن های خوبم، بیاین به خودمون دروغ نگیم، حداقل به خودمون دروغ نگیم، یعنی این خوب بهسازی رو از خودمون شروع کنیم و یه جوری خودمون رو بسازیم. یعنی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است طیران آدمیت. خودمون رو درست کنیم، دوروبر خودمون، حداقل از دیدگاه اسلام، هفت همسایه چپ، هفت همسایه راست رو عزیز بداریم، از غمش آگاه بشیم. رفتگری که میاد در خونه ما و آشغالای ما رو میبره، این نمیدونیم کیه، شاید از من محترمتر باشه، از من دانشورتر باشه، حرمتش رو بداریم، چون معلوم نیست که اگر موقعیتی که برای من به وجود اومد برای اون به وجود می اومد، اون گنده تر از من نمی شد. لذا سعی کنیم به هم احترام بذاریم. اعتقاد من به دموکراسی اینه که روزی برسه که من بتوانم همه حرفهای مخاطبین خودم رو گوش بکنم، خوب گوش بکنم، با دلدادگی، دلبستگی گوش بکنم و مدافع تخیلات، تفکرات، اندیشه های فقط خودم نباشم، ببینم چه میگن. من حرفای دشمنم رو خوب گوش میکنم، یعنی مثلا ترامپ رو من نمیگم دیوانه است، ولی هست، من خوب گوش میکنم حرفاش رو، یعنی برام مهمه. و باید دشمن رو خوب گوش کرد، دوست رو خوب فهمید و خوب بهش عشق ورزید. اگه عاشقی میکنیم با همه دلمون بکنیم، نه اینکه به دنبال منافع شخصی و فردی خودمون این کارو بکنیم. حرف دیگه فقط همکارام هستش که در شرایط تلخی دارن زندگی میکنن، به خصوص در تئاتر. من که مسئول حداقل هزار خوردهشون هستم، دارم با شجاعت میگم که تلخترین دوران عمرشون رو دارن میگذرونن، چون زندگیشون از طریق تئاتر تامین میشه و الان با این وضعیت امکانی نیست، حقوق هم نیست، کمک و یاری هم نیست، این سخته. آرزو میکنم بتوانند از این شرایط تلخ بیرون برن. توانمون رو داریم میذاریم به کمک یارانمون در خانه تئاتر، به ویژه مدیر عامل محترممون، رفیقم ایرج راد و یاران دیگه‌مون، که نذاریم که تلف بشن، تمام نیرومون رو داریم اینجا میکنیم. خیلی ممنونم که امشب کنار ما بودین، چقدر گفتگوی خوبی بود و خیلی آقای فراهانی دلسوزن، خیلی
حرفه‌ای‌ان در کار و تمام این سال‌ها من در خدمتشون بودم و از نزدیک دیدم که چقدر دوست داشتنی و درجه یک. اسب خودش مخلص اضافه می‌کرد. مخلص. آره، فقط تنها مورد همین که اونم خیلی به نظرم اصلا تکنیک بالایی یه جوری میخواد باخت‌های همیشه‌شو به من تو چترنگ توجیه کنه. و خیلی ممنونم که تشریف آوردین. امیدوارم که همیشه در کنار خانواده، همه خانواده سلامت باشین و همیشه درخشان و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. منم سپاسگزارم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. بله، خداوند همه این عزیزان رو برای ما حفظ کند و چه گفتگوی خوب بود. راجب معیشت میگفتیم، پیچیده ترین قراردادها رو با کارگرها میبندیم، یه جوری میبندیم که نه شامل بیمه میشه، نه سنوات داره، نه عیدی میدن، نه جواب سلام. کارگر از داربست میفته، کارفرما میره ازش شکایت میکنه. دیدم میگه طبق قرارداد ایشون حق تولید عربده از ارتفاع رو نداشت، تمام صرفه‌جویی ها رو از محل درآمد ضعیف ترین اقشار جامعه به لحاظ مالی انجام میدیم. شیشلی که جلسات بسیار مهم و راهگشای هیئت مدیره قطع نمیشه، بعد همین آقایونی که عیدی و سنوات و بیمه کارگر رو صرفه‌جویی میکنند قرارداد میبندن با مربی خارجی، طرف یه هفته ایرانه، 2,000,000 دلار میگیره، بعد میره کشورش شکایت میکنه که 10-20,000,000 دلار دیگه هم بدین. در قراردادش نوشته هر وقت عطسه میکنم رئیس فدراسیون باید بیاد بگه عافیت باشه، بله فسخ میکنم، خسارت هم میگیرم. آره، خیلی بحث میشه درباره اینکه یک کارگر با درآمد بسیار پایین چجوری باید ازدواج کنه، اگه ازدواج کرد چجوری بچه دار شه. یه عده میگن بسته یه حمایتی بدیم، یعنی تخم مرغ بدیم در ازای تشکیل خانواده، میشنن فکر میکنن. آره، نظرات شما جا داره از مسئولین تشکر کنم که بالاخره بعد از 3 سال دوندگی بهم کارت ملی دادن. زنگ زدم آژانس میگه ماشین میخواین؟ گفتم نه، امشب شب مهتاب حبیبم رو میخواین. مدیری دیگه خسته شدم، یه فکری بکن هم از برنامه هم از این زندگی که برامون ساختی. بین حلزون و لاک‌پشت سرعت اینترنت ایران از جفتشون پایین تره. مدیری مادرم به تو هم گیر داده. میگه این مدیری هم که همش سرش تو گوشیه. با قیمت سکه هر خانم متأهل مثل یک بمب ساعتیه. آقایون مراقب باشن. یه خانم، یا آقا؟ بله، چشم. آقا شما بفرمایین و خانم هم بفرمایین. بله، بله. شغل شما؟ خانه‌دارین شما؟ منم تعویض روغنی. تعویض روغنی؟ بله. عزیزم، خیلی هم عالیه. کارتون سخته. آره، کار سختیه. 4 ساعت هم تو راه بودم رسیدم. 4 ساعت تو راه بودین رسیدین؟ از کجا میاد؟ همدان. عزیز دلم، دو تا شعرم تقلب نوشتم، دستام رفته. شعر نوشته بودی تو دستات؟ مسیح انقدر گرم بود رفته. رفته عزیزم. تعویض روغنی داره از همدان اومده برای این برنامه. هر چی دوست داری بگو بپرس. من تو از من بپرس.
عزیزم دو سری تا اینجا اومدم، هر سری لغو شده، برنامه برگشتم. عزیزم دیگه الان دیگه اصلا چشم چیزی که عوض داره گله نداره. یعنی چی؟ ببین چقدر آسونه کاری که شما میکنیم. مطمئن باش من میکنم. چه با همینه. آره بابا. بله بله. تاریخچه تئاتر مربوط به چه دورانیه؟ نه اصلا نه، من با خانومم. شما از تهران اومدی این بغل اومدی دیگه؟ من پنجم ابتدایی بودم، بعد معلم از اون روز قبلش تست گرفته بود، بعد فردای هم روز اومد سر کلاس گفت نجفی. گفتم من. گفتش یه لحظه بیا اینجا ببینم. گفتم جانم. گفت پایتخت ایران کجاست؟ گفتم خب همدان دیگه. گفتی همدان. اشتباه گفتم. خیلی گفت اگه درستشو بهم بگی کل نمره از اون سال تو 20 بهت میدم. نتونستم بگی. نتونستی بگی. میخوای یه شعر من بخونم برات بری؟ پایتخت ایران هم نگفتی. خب عرض کنم که تئاتر معروف ژاپن بهش چی میگن؟ قدیمی ترین تئاتر کابوکی. غار شاپور در کجاست؟ غار علی صدر کجاست؟ تموم شد اصلا. تموم شد. نام قدیم عربستان چی بوده؟ حجاز. پرتغال پایتختش؟ لیسبون. ما بله دیگه. نمایشنامه سه خواهر از بمیرم سختش افتاد بشه. اثر چخوفه. ضرب المثل بپرسم. هر که بامش بیش برفش بیشتر. یعنی هر کی که مثلا دارش بیشتره مثلا کارش سخت‌تر میشه. بله بله بله. شعر دارین برام؟ شعر بخونید برام. پاک شده نه همش؟ هیچ یه کلمه بگید. هوا خیلی گرم بود. این خودش یه شعره. هوا خیلی گرم بود. شما بخونید. آهنگ چیزی تو ذهن هست؟ شعر رو همه پاک شده. آهنگ هست تو ذهنتون. شعرش رو بخونین. نه؟ برای خودتون رو نمیخواید. کنسرت های خودتون رو گوش کنم آهنگ. آها. مثلا شعرش رو اون آهنگ رو میشه خون مثلا؟ مجازه. اب نداره. ایشون که از همدان اومده، ایشون هم ساله سخت فلک بهش افتاد. عزیزم چشم چشم. بفرمایید. خیلی ممنون. و حرف آخر این که اولین مشکل بزرگ قشر کارگری عزت نفسشونه. طبیعتاً نباید از عزت نفس به عنوان مشکل نام ببریم، ولی متاسفانه فضیلتی است که به تدریج تبدیل به یک مشکل دست و پاگیر شده. عزت نفس که اجازه نمیده دستت رو جلوی کسی دراز کنی، اجازه نمیده پول زحمت نکشیده رو قبول کنی، عزت نفس که اجازه نمیده دزدی کنی. مشکل بزرگ دیگه شون اینه که عادت دارن کار کنن. چون کار میکنند وقت ندارن که دستشون رو جلوی کسی دراز کنن. برخلاف اونهایی که ظاهرن مشاغلی دارن اما در واقع دارن گدائی میکنن. سومین مشکل بزرگشون اینه که رفیق باز نیستن. چون رفیق ندارن خودشون باید گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن، وگرنه که تا لبتر میکردن برای رفیق. حقوق عقب افتاده که سهله، کل لواسون رو به نامشون میزدن. مشکل چهارمشون اینه که شبها میخوابن. اگه نمیخوابیدن خیلی جلو میافتادن. یه شیفت غروب کار میکردن تا شب، یه شیفت دیگه از شب تا نصف شب، یه شیفت دیگه از نصف شب تا صبح. اینجوری لااقل اون صبح تا غروبی که بابتش بهشون حقوق نمیدن جبران میشد. وقتی میگن با حقوق کارگری هم میشه زندگی کرد، من یاد یکی از
اسبابازی های قدیمی میافتم. یه چیشی شیرای کوچیک بود، وقتی بچه میذاشتش تو دهن عروسکش شیرش میرفت تو درش، یادتونه؟ یه جوری که انگار عروسکه داره شیر میخوره. برعکسش که میکردی شیره بر میگشت تو شیشه. میشه زندگی کرد اگر شیر مصرف شده دوباره برگرده تو شیشه، اجاره پرداخت شده دوباره برگرده تو حساب، و سلامت از دست رفته یه کارگر دوباره برگرده به بدنش، برگرده به زندگیش. خیلی ممنونم که امشب کنار ما بودین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. متشکرم. شب بخیر و خدا نگهدار.